و البته کلی سفارت خونه هم مثل نروژ و سوئد و هلند هم تو این محله قرار دارن. ببین سفارت نروژ و سوئد. سلام برمکس، خوش آمدید به سلام. برنامه جدید بگیم دیگه. آره دیگه برمکس خوش اومدید. میخوایم بریم سراغ چه ویدیویی؟ ویدیو جذابی زنیم این اونور. اومدیم بریم سراغ یک ویدیو بسیار جذاب، ویدیو که میدونم دوستت. بچه میخوایم بریم لاکچری ترین محله ایران و افغانستان رو با هم دیگه مقایسه کنیم، ببینیم که چه خبره توشون و به چی ها معروفن، چه شکلی هستن، چه ماشینایی توش میشه پیدا کرد. بریم که ببینیم. دمتون گرم، حتما لایک سابسکرایب بکوبید، زنگوله سر بزنید. بچه‌ها ما دیگه میگیم آقا لایک سابسکرایب. حالا دیگه من شما میری یک تونه مغازه، مگه اونجا آقا یارو تبلیغ نمیکنه وسیلاش؟ دقیقاً همینطوره بچه‌ها، همینه دیگه، ما اینجا یادآوری میکنیم. بریم سراغ ویدیو، لتس گو. همه ماشینا از اون موقع بنز و تویوتا، ثروتمندان کابل کارت 4، ببین همه تویوتا کورولا. این یه دونه قدیمی بود، یه دونه قدیمی توش بود، عروس هم بود. واو واسه من نیده بودم تو حالا اینجوری چه باحالیه. کجاست؟ کابل درسته؟ آره کابل کارت 4 دیگه. چه محله کارت 4؟ و چه ویل آپارتمان هایی آره شبیه بافت ساختموناشو دارم یا خیابوناشو کار ندارم. بافت ساختموناش یک مقدار شبیه ترکیه است. نگاه کن یه تیکشو. آره نگاه اینجا رو نگاه کن. نگاه آره. نگاه آه برگشته تو باحال. حالا تو اینجا ما نرفته بودیم دیگه بچرخیم. کجا؟ همین توی خیابونای کابل. آره اینجوری نرفته بودیم تا حالا. بنز ماشین عروسه، سی سی صد فکر کنم تو چا هتل این خوبا نه. شبیه خیابونای شمال سمت گیلان مازندران هم همینجوری بافت ساختمونی هاشون. بچه چون نمونه مشابهشو میخوام بگم دارم میگم، مثلا ایران هم بیاد میگیم کجا شبیه کجاشه. نگاه جی همه لوکسن ها. آخه ولی من به نظرم اون ماشین ها رو باید جمع کنم. آره باید جمع کنم. من به نظرم هم هوا رو آمیدون اینا دو رنگا رو. آره نه این دو رنگا رو چهره من میگم شهر رو شاید قاطی میکن. اون تاکسی آبی که اومده بود جدیدن الان حالا اون بردن امارات ها بردن فکر. اونا خیلی خوشگل تره. آره اونا بهتر بود. کلا میگم اینا باید جمع، بخصوص خیلی تاکسی ها این شکلی هن. آره. این سپرش یه رنگ یعنی من یه درش یه رنگ اینا با هم باید جمع. عراق اینجوریه. عراق نه عراق اینجوری نیست، مال قدیمه. عراق پیدا میشه ولی ماشتای جدیدش مثلا یعنی الانترای مثلا سپرش تاکسیه سپرش سفیده. اینجا پیکان رو رنگ نمی کنه، اونجا الانترا رو. اینجا نه ایران شما شاید هزینه فنی ها تو ایران کمتره. میدید چی میگن؟ تو ایران شما یکی سپرش عوض میکنه میده رنگش هم میکنن همزمان. آره دیگه حالا بعضی موقع میبینی دیگه پولش نرسه نمیده. آره دیگه ولی بعدا باز این کار انجام میده. خیابونای یه لنکروز اون برای خیابون داریم. خیابونای پاکستان هم اینجوریه. لنکروز نیو فیس شده بود بچه اون برای خیابون. خیابونای پاکستان هم اینجوریه. آره این مجتمع ها چیه؟ اوه یه لنکروز دیگه اونو میگه لنکروز؟ نه رد شد رد شد. الان اینجا کدوم محله است بچه بگید. قشنگ حس بالا شهری بهم میده، قشنگ بالا شهری اصلا حس شمال بهت میده. انگار یه جایی که خیلی خوش آب و هواه. آب و هوا سر رطوبت داره. ها این لنکروز نیو فیسه. او مای گاد اسش داریم کجا؟ او تویوتا این نیو آسا. اونا رو میدیدی؟ اونا رو یارو گفت بین 12 تا 15 هزار تا نهایتش 20 هزار تا تو میتونی بخری. همون تویوتایی که الان رد شد بچه ها 20 هزار دلار. آره آره دیگه ماشین اقتصادیه 20 هزار دلار اوکیه. ولی یکم صحبت میکرد به نظرم خیلی بهتر میشد. خوشگل آوی خونه ای اصلا زده شما. برج سلطانی سلطانی بچه ها این فکر کنم یارو معروفه با که برج سلطانی زده دیگه، یه اسم خودشو زده، استایل خوبی داره. برج کوه نور، لنکروز اتاق صد. آه 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 اتاق صد بود اگه اشتباه نکنم. ولی همه توییت های ها اکثرا توییت های بچه ها. من دارم تو تصویر یه دیوماتیز هم دارم. آره. یا این بیه میاد دیوماتیزه. آره نه دیوماتیزه فکر کنم بیشتر چیزا که داریم میبینیم یا برند تویوتا ماشینا
یا برند هونداه. دقت کنید هوندا قدیمی هست. چیه این؟ ماتیزه. ماتیزه آره خوشگله. اینا رو دوست دارم. خودی شبیه خیابونای مثلا آمریکا یه تیکه. اینا رو خیلی دوست دارم. چرخی ها آره. حس خوبی میده. حس زنده بودن. حس آره. واقعی تر. حس عالی میگیره آدم. احساس میکنه مثلا چجوری بگم همه چی تو دسترسته. آره همچی حسی داره. بچه یه سوالم میخوام اینم افغانستان هم مثل ایران این شکلیه که مردم ایران دوست دارن ماشینای سوار بشن که خیلی هیکل گنده و یوغور باشه. خب یه جوری مثل آمریکایی هم همین جوریان دوست دارن ماشینای یوغور سوار بشن. افغانستان نمیدونم شما دوست دارید ماشینای یوغور دراز کشیده گنده نتونید پارکش کنید از این فازا. آره حاجی من یه پژو الان من یه پژو سوار میشم گیج میشم. بعد گولم کوچیکه. بریم ادامه. آجی خوشگله خیابونه. آره تر تمیز. این تویوتا هیبرید بود. چی بود اسمش؟ آره همون که اندازه گوسفند مصرف داره. تویوتا پریوس. پریوس. وای اینجا لاکچریه. او یگان آجی لکسس و نگاه. آجی اینجا چرا اینجا خوشگله؟ سمت چپ مامورا رو دیدی؟ آره سمت راست هر چقدر خوبه چپ همونقدر بده. چیه داستان؟ تویوتا. اکسوزا رو میبینی؟ اه تو چرخ اونجا هم هستا. اینکس بودا اما ماشین مورد علاقه من بود. آره ولی چه خدا وکیله تربه خیابونای پاکستان هم تربه این شکلی بوده. من دیدم چیزی که من فکر نمی کردم اینجوری ردیفی دیگه. اونجا روفگاردن هم داره. آره اونجا. خب من فکر نمی‌کردم اینقدر لوکسی پشت سر هم درست بکنم. من گفتم مثلا هست اینا مثلا چند سال ساختن. اینا مثلا 10 سال 100 سال 20 سال 30 ساله. اینو واقعا به کسی که طرز فکرش نسبت به افغانستان جور دیگه باشه نشون بدید واقعا براش سوال میشه. خب بریم سراغ ایران بچه ها. بریم سراغ ویدیو ایران. از زمانهای خیلی خیلی قبل آدم‌های عیونی و پولدار اینجا سکنا گزیده بودند. بلنجک یکی از محله‌های دافوازی و دوردور همینجاست. بلنجک معروفه. داف بار میکنن و بای بای. جدا از اینا هم این محله به خاطر دانشگاه شهید بهشتی پر داف میشه. چون آره این الان بچه‌ها فکر کنم اونجا هست. دیگه ببینید دیگه بچه‌ها این لوکیشن رو ببینید شما. نام هست خیلی معروفه. البته از این که اینجا از قدیم محل زندگی پولدارا هم بوده نمیشه گذشت. بله شماره 8 سعادت آباد. بله آشناترین. باشی من هیچ وقت نمیفهم از قدیم بیشتر مثلا ولنجک و نمیدونم جردن و منیریه نبود چی بود؟ یوسف آباد و جردن و ولنجک و سعادت آباد جای بالا شهری میگن. خب ولی من از قدیم زیاد تو گوشم نگفتم دیدی چی میگن؟ ولی خیلی خوبه من یه تایمی بودم اونجا. محله تهران همین سعادت آباد تو رفور داریم. خیلی خیلی اسمش رو شنیدیم. بله. حتی واسه منی که تا حالا نرفتم تهران اگه یکی بگه یکی از محله های تهران رو نام ببر قطعا سعادت آباد میگن. بچه ها که رفتن ایران که اینجا داره از سال 1368 شروع به رشد کرده و تونسته تو این مدت خیلی خیلی خفن بشه. از سال 1368 به بعد الان خوشش دو الان بچه سعادت آباد بهترین لوکیشن واسه این آرتیستا و سیاستمدارا و همه اونجا دیگه. همین خونه احمدی نژاد هم اونجا بود. من که اون موقع بودم اونجا قش احمدی نژاد بود، اون بینوش بختیاری بود، نمیدونم حالا بازیگر اونجا بود. آره همه‌شون. عقدسیه. نمی‌دونم باور می‌کنید یا نه این محله به این بزرگی مال اقدس زن ناصر چلمبه بوده. بعد از به خاک رفتن قاجار هم رسید به یکی از کله گنده‌های پهلوی و تا انقلاب هم به عنوان زمین کشاورزی استفاده می‌شد. اما بعد از انقلاب یه سری پولدار اومدن اینجا و زمین‌ها رو خریدن و الان یه محله خفن خدایش خوشگله. الان یه محلی خفن پولدارا دیگه میشستن. آجی هر چقدر پول داشته باشی اینقدرش میکنی. آجی ببین چه پروسه گذشته رسیده به اینجا. قبل زمان قاجار اون شکلی بود، پهلوی اون شکلی شد، الانم یهو شد یه جای خفن. کامرانیه. این محله خیلی قدیمیه و مالی یکی از پسرای حاصل جوجه کشی ناصر چلمبه کامران میرزا بوده. دلیل نامگذاری این محله هم همین کامران خدایی. این زاویه حالا یه ذره کوالیتی عکسش پایینه ولی این زاویه رو ببینی خداییش.
حالا با اینکه تراکم خونه زیاده واقعا مثل دبی میاره. آره انصافا این بالا شهرش ایران من، ایران من. بالاش گفتم میگن که اولین خط تلفن به اینجا کشیده شده بود و تو خونه کامران استفاده میشده. یکی از دلیل‌های خاص بودن و گرون بودن این محله باغ‌های اونه که یه فضای خیلی خفن رو کامرانیه ساخته. آره فرمانیه کاکا سفید آره فرمانیه فرمانیه آدم پول داره اصلا کلا نیه ها کلا نمیدونه اصلا خاطر همین اول تو زلم اومد گفتم مونیه همیشه تو آبادا در به داغون آره ضعیف چای که جای آبازنی میکنه ما هم خودمون آبادیم خب اون ضعیفان اونایی که یه داره همه با کلاسان دیگه سعادا کجا بود اونجا نه دیگه سعادت خاصی سی بگی نشد سعادتیه دیگه چی بود سعادت آباد 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 اونجا آها بگو توضیح بده بچه اینجا آباده این در رفته نه دیگه این الان یه منطقه داره قبلا این بریت نگاه کنی بغلش الان حساب کن بچه‌ای که تو کرج هستن میرن سمت عظیمیه یه زورآباد اون بغل تر زده به اون آره دیگه هست کنارش الان اینجا اینجا عظیمیه است می‌بینی عظیمیه آره. همینجاست به خاطر برج‌هایی که تو اینجا هست بهش محله آسمان خراشان میگه مثلا قشنگ بود اسمش قشنگ بود نگین و کوه نور تو این محله هستن و البته کلی سفارتخونه هم مثل نروژ و سوئد و هلند هم تو این محله قرار داره ببین سفارت نروژ و سوئد بریم ادامه بچه ها زعفرانیه وای این محله هم یکی از محله‌های خیلی لوکس تهران ولی یک سری خونه‌های تمام شیشه مثل رانش زمین داره البته زیاد واسه شون مهم نیست یه برشونه اسم اینجا با چیادک میشه واقعا با پول گره خورده هم چی؟ اسمش زعفران گرونترین ادویه جهان به به بعد میرسی که الان اینجا کرایه چنده یه همون میدید دو میلیارد پول پیششه ماهی 200 میلیون 200 میلیون دقیقا باید همچه چیزی باشه چون الان شما یه خونه ساده 80-90 متری میخوای توی محل ساده بگیری 300-400 تومن باید پول بعد پیش بدی 500 بلیون پول پیش بدی حداقل 4 میلیون اجاره بعد وقتی دیگه ملک تو ایران خیلی بد رفته بچه بگی ببینیم تو دلال تو هرچی دلال بره اون دلالای خراب مادر مادرشون ان شاء الله بهشون سلام برسونم اینا میان خراب میکنن کارو همیشه آره دیگه راستی کاخ مشهور سعدآباد هم توی این منطقه قرار داره و مکان خانواده پهلوی بوده محمودیه داداشم همش دیه زمانی که این متن رو نخوندم نمیدونستم این محله جزو گرونترین محله ها است و تو رده سوم قرار داره چیز سمت مازندران یه محمودآباد داره کجا آره. اونجا خیلی خوبه حاجی آخه الان اینجا چرا باید گرون باشه اوج ترافیک تهرانه این چیز چیه؟ تونه توحیده او کجای تهران ترافیک نیست؟ این توحیده خیلی خفنه ولی آره طولانی هم هست بری توش بوخ بزنی برختی همه این کارا میکنن میگن که این محله از زمان محمد شاه قاجار بوده و قصر اونم توی این محله قرار داشته هر جایی قصر داره این محله بیشتر به خاطر پاساژهای لوکس و سفارتخونه هایی که داخلش هست آره اکثر سفارتخونه اکثر خیلی خیلی پول داره توی این محله زندگی میکنه آجی لطفه دوره سرم داره الهیه این محله به خاطر برج‌های لوکس و لاکچری که داخلشه خیلی معروفه بچه میدونید که تهران جزء گرونترین شهرهای جهانه ده نهمی هشتمیه آره جزء نه بابا زده بود یه خونه تو آمریکا با خونه تو ایران با هم برابری میکنه علاوه قیمتی ولی تو ایران یه خونه درست کرده بودن نمیمون ویدیو شدیدی یا نه که خونه با آفتاب میچرخه تا زمانی که غروب بشه تو آقا تمام میشه بعد برمیگرده 100 میلیارد بیشتر 100 میلیارد الان چوسر این خونه رو اینجا داره میگن 100 میلیارد اون برو بالا 400-500 میلیارد خودی از کجا میاره پولو یه واحد تو فرمانیه زده بود تو دیوار زده بود بچه برید نگاه کنید تو دیوار زده بود چند 470 میلیارد 900 متر زیربناش بود 11 تا پارکینگ اختصاصی داشت 350 متر فقط تراسش بود. آقا ببین من دارم افسردگی میگیرم. دمتون گرم که نگاه کردید. لایک و سابسکرایب دوست داشتید چیزای دیگه ایران و افغانستان رو با هم مقایسه کنیم یا نظر بدین. ویدیو اصلا در مورد ایران بسازیم. حتما داخل کامنت بنویسید کامنت ها رو میخونیم. بخونم ببینم واقعا نظرتون چیه. پس کامنت بذارید که بفهم هر چی کامنت بیشتر بذارید میفهمیم دوست دارید این ویدیو بیشتر بذارید. لایک سابسکرایب زنگوله. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.